یه بحثی هم تو خیلی فضای مجازی اینجور چیزا باب شد و ماجرای مذاکره امام حسین و با عمر سعد و اینها که حالا رفتن حالا دشمنم بوده با هم دست دادن و ندادن و خندیدن روبوسی بوده نبوده چاق سلامتی بوده نبوده چیه. این اولا عرض کنم که بیس این ماجرا سیاسیه، یعنی زیاد دنبال مسائل دینیش بگید نباشید. اما با این وجود چون بحث اهل بیته من حساسم پاسخ میدم. حالا آیا امام حسین با عمر سعد مذاکره داشت؟ دست دادن که هیچ اساسا نیست، فقط یه ماجرا دست دادنه، اونم عمر سعد اینطور نوشته که دریبریه که امام حسین گفته آقا تو رو خدا من کار نشی من میرم بیعت میکنم با یزید، اصلا اونا از خداشون بود. آیا مذاکره کرد؟ اینو براتون بخونم. حضرت با یه لشکری، حضرت به سمت کربلا داره میره، عمر سعد با یه لشکر عظیمی میاد در برابر این سپاه محدود امام حسین و معدود امام حسین وایساد. فرستاده عمر سعد اول میاد پیش امام، سلام کرد و نامه ابن سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد مولای من چرا به دیار ما آمده ای؟ کوفی بود، گفت چرا؟ ادبم گفت، او گفت سیدی، گفت برای چی به اینجا اومدی؟ امام در پاسخ فرمود کتب علی اهل مصرکم، اهل شهر شما بر من نامه نوشتن، ان اقدم که بجم بیا. فاما از کرهونی، اگه کراهت دارن حالا پشیمون شدن، فانا انصرف عنهم، منم منصرفشون برمیگردم، مشکلی نیستش که. مثلا اینجا خوارزمی اینو نقل میکنه که امام به فرستاده عمر سعد فرمود یا هذا بلغ صاحبک، برو به رئیست به یارت اینجوری بگو، انی از من برو اینجوری بشو بگو انی لم ارد هذا البلد ولکن كتب الی، که حالا دیگه فارسی از طرف من به امیرت بگو من خود به این دیار نیومدم بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردن تا به نزدشان بیام و با من بیعت کنن و مرا از دشمنانم باز دارن و یاری هم نمایند، پس اگر خوشنودن از راهی که اومدم باز میگردم. می وقتی فرستاده عمر سعد برگشت جریان رو با خبر ساخت، ابن سعد گفت امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین برهاند. آنگاه این خواسته امام را به اطلاع ابن زیاد رساند، ابن ولی او در پاسخ نوشت از حسین ابن علی بخواه تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنند، اگر چنین کرد ما نظر خود را خواهیم نوشت. که باید خودش و تمام اون آدمایی که اونجا بیعت کنند. چون نامه ابن زیاد به دست ابن سعد رسید گفت تصور من این است که عبیدالله ابن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست، گویی دنبال جنگ میگرده. عمر سعد نامه ابن زیاد رو میفرسته برای امام حسین، امام حسین پاسخ میده لا اجیب ابن زیاد، من جواب ابن زیاد و این که بیعت بکن رو چی؟ لا اجیب و جواب نخواهم داد، به ذالک ابدا، عمرن جواب ندم، فهل هو الا الموت، آتش مرگه، فمرحبا به، خوش آمد میگم بهش، چی میترسونید؟ بعد عصر عاشورا، عصر تاسو، امام حسین یه قاصد نزد عمر سعد میفرسته میگه که شب یه جلسه داشته باشی دو تا سپاه، بین دو تا سپاه، چرا حضرت نمیگه تو سپاه تو دشمنن و جالب طرفین با 20 نفر نظامی برن، چرا تنها نمیرن؟ چرا دشمنه؟ باید چیکار کنی بگی؟ مراقب باشی اسلحت هم زمین نذاری. 20 نفر زیاد بودن، حرفا رو میشنیدن، پیشنهاد دادن که آقا 18 نفر برگردن از هر طرف دو نفر بمونن، عباس و علی اکبر علیهما السلام موندن تو سپاه امام حسین، یلار هم نگه داشت، اون طرف هم پسر عمر سعد حفص و غلامش موندن. ابتدا امام سخن آغاز کرد، اینو نوشته تو ارشاد، من نمیدونم اینو از کجا در آوردن، یا ویلک یا ابن سعد، وای بر تو ابن سعد، شروعش با وای بر توه، اما تتق الله، خجالت نمیکشی از خدا؟ تقوا پیشه نمیکنی؟ چیکار داری میکنی؟ الذي اليه معادك، معادت به سمت اونه، یادت رفته خدا رو، بدبخت میخوای بمیری یه روزی، داری چیکار میکنی؟ تو قاتلونی و انا ابن من علمت، داری با من این جنگی که میدونی بچه کیم؟ خیلی عجیبه نبارا تو، میگه تو میدونی من بچه کیم، شنیدی حرفایی که پیامبر در مورد من زده، کر شدی؟ وای بر تو، میخوای بری جهنم؟ زرها الا القوم و کن معی، نهیب داره میزنه بهش، ول کن این قومو بیا پیش من. کجا حضرت میگه آقا بیا با هم ببندیم تو رو اینجا من اینقدر، کجای ماجراست؟ میگه ولشون کن بیا پیش من، بیا با هم کشته شیم،
بیا با هم به ابدیت خوبی ها و نیکی ها برسیم. فانه اقرب لک الی الله تعالی، این موجب نزدیکی تو. ابن سعد گفت اگر از این گروه جدا شوم میترسم خانه ام را ویران کنند. امام فرمود انا ابنه حالک، من خونت رو دوباره برات میسازم. همینطور بهانه آورد. امام حسین میگه من تضمین میکنم. امام حسین هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد، امام نگفت که خب پس برو به یزید بگو باش من دست میدم من انگشتمو دیگه میزنم مثلا، نه عزیز. سکوت کرد و پاسخی نداد و از وی روی برگردان. تموم شد دیگه، خدا به داد عمر سعد برسه که نمیرسه. و در حالی که از جا بر میخواست فرمود نفرین کرد عمر سعد و مالک ذبحک الله علی فراشک عاجلا، تو را چه میشود خدا تو رخت خوابت بکشدت. امام معصوم نفرینش کرد، رفتم هم دست دادن داره فوش میده امام حسین به طرف، داره نفرینش میکنه. ولا غفر لک، خدا نبخشدت انشاءالله، یوم حشرک، روز حشر خدا تو رو نبخشه عمر سعد. فوالله انی لارجو، که من والله، امام حسین داره قسم به خدا سوگن، ارجو، امیدوارم از ته دل، من حسین میخوام، امیدوارم لا تاکل من بر العراق الا یسیرا، که از گندم عراقم جز اندکی نخوری، یعنی زودتر همون تو رخت خوابت بکشنت بری. که اینم برگشت گفت گستاخانه، گفت و فی الشعیر کفایه، جوش برای ما بسه. این اون چیزی که تو همون سندی که آقای نوران نقل میکنه این آمده. امام حسین اتمام حجت کرد بر اینها. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 311، ارشاد مفیر صفحه 430، بهار الانوار جلد 44 صفحه 383، مقتل حسین خوارزمی جلد 1 صفحه 240، اخبار طوال صفحه 253، فتوح ابن اعصم، فتوح ابن اعصم جلد 5 صفحه 164 166، باز دوباره بهار جلد 4 جلد 44 صفحه 388 تا 389، برید اینا رو بخونید، همش داره اینو میگه. این ماجراست. اخیراً اوضاع سیاسی مملکت یه جوری شده که همه دنبالن بگردن تو تاریخ صدر اسلام یه جوری چیزای پیدا بکنن، و اون ماجرای صحبت امیرالمومنین با زبیر که ازت اونجا هم بهش باز نهیب میزنن و بعد اینطور ما اهل بیت رو بد بفهمیم. و حداقل میخوای یه کاری بکنید با اهل بیت چیکار دارین؟